حاج قاسم سلیمانی در کنار فرماندهی تحسین برانگیز نظامی روی فرایند مهم دیگه نیز در حال کار کردن است. روایت‌های متعددی که از شیوه مدیریت نظامی حاج قاسم سلیمانی به دست رسیده در کنار نامه‌ها و مواضعش نشان از یک رویکرد متفاوت در فرماندهی می‌داد. جنگ اصلی قبل از جنگ در میدان نبرد رقم می‌خورد و پیروز آن جنگ است که در تقابل نظامی مستقیم هم دست برتر را خواهد داشت. نبرد اراده‌ها، نبردی که مستقیم به ذهنیت‌ها و تصویری که هر سمت جنگ از سمت دیگر دارد مرتبط است و حاج قاسم استاد تغییر این تصویر بود. چند ماه بعد از بازپسگیری آخرین قلعه‌های داعش و اعلام پیروزی نهایی، حالا هر دو طرف می‌دانستند که فراگیری گفتمان جنگ اراده‌ها و شکست هیمنه آمریکایی در اصفهان اگر به بیرون از جریان مقاومت برسد، چه در سطح منطقه و حتی فراتر از آن در جهان، کار به سرانجام نهایی خودش نزدیکتر خواهد شد. و این آمریکایی‌ها بودند که با عجله دست به کار شدند. انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی. تصویری که تصمیم گیران حاکمیتی آمریکایی‌ها قبل از هر اقدام برای نتایج آن متصور می‌شوند، مثل دفعات متعدد تاریخی این بار هم در مسیر پیش‌بینی شده جلو نرفت. حضور عجیب و بی‌سابقه ایرانی‌ها و عراقی‌ها در همراهی فرمانده شهیدشان و فریادهای انتقام خواهیشان خیلی زود یک اتفاق بی سابقه را در تاریخ تقابل‌های نظامی کشورها با آمریکا رقم زد. بسم الله الرحمن الرحیم. در این ساعت مجموعه موشکی نیروی هوافضا آماده شدند تا ساعت دیگر انشالله انتقام این قواعد امریکایی و کسانی که دستشون به خون این شهید آلوده شد رو انشالله انتقام اونها رو بگیرن و این آغازی است بر پایان امریکایی‌ها. سر جنگ بارشی وقتی استفاده میشه یک معنی داره و اون معنیش اینه که کشور مهاجم قصد داره یک سری اهداف پهن شده در سطح زمین رو مورد اصابت قرار بده. Lester Holt. Good evening. We're coming on the air with breaking news of multiple attacks on U.S. forces in Iraq. Iran has launched more than a dozen ballistic missiles at two locations in Iraq where U.S. troops are based. The apparent attack is believed to be in response to the United States assassination of top Iranian commander Qassem Soleimani. Just getting a statement from Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps saying that it has hit the U.S. Ain al Assad air base in Iraq with what they describe as tens of missiles. This according to press. و اما خود عین الاسد، تاثیرگذارترین پایگاه آمریکایی در منطقه، دورترین پایگاه به مرزهای زمینی ایرانه. طبق اعلام خودشون قریب به 4-5 هزار نیروی نظامی اونجا مستقر بوده. بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در عراق هست. پوشش هوایی ایجاد میکنه برای منطقه بسیار گسترده‌ای در عراق، چون آمریکایی‌ها ستون فقرات حضور نظامیشون رو دو جا دارن سامان میدن. تجهیزات بسیار پیشرفته راداری در اونجا مستقر هست
برای اینکه پشتیبانی بده به سیستم‌های پدافندی آمریکا در ده‌ها و صدها پایگاه دیگه‌ای که در غرب عراق و شرق سوریه به ویژه در عراق هست. این پایگاه اولا مجهزترین پایگاه بوده، یعنی همونطور که خود آمریکایی‌ها میگن یک شهر به تمام معنا تشکیل شده بوده، اونجا رستوران داشته، باشگاه داشته، جاهای تفریحاتی داشته و حالا مثلا ذخیره سلاح‌ها و هلیکوپترها و پهپادهای آمریکایی هم بوده و همینطور تجهیزات پیشرفته استراق سم شنود اونجاست برای کنترل تحرکات محور مقاومت و دیگران در منطقه. نیروهای ائتلاف آمریکا، یعنی برخی کشورهای غربی که در ائتلاف متجاوز آمریکایی عضو بودند، در اون پایگاه مستقر بودند. این پایگاه پر از تجهیزات نظامیه. پایگاه پایگاهیه که رؤسای جمهور آمریکا وقتی میخوان سفر بکنن به عراق در این پایگاه فرود میان به دلیل امنیت بالایی که براش مهیا شده. I want to thank everyone at Al-Asad Air Base, special people. We came in, We felt very safe coming in. It was a pretty difficult journey in certain ways, but we felt very, very good, very safe. از این جهت پایگاه اصلی آمریکاست. یعنی جمهوری اسلامی آشیانه اصلی آمریکا در عراق رو هدف قرار داده. این حمله موشکی به عین الاسد اولین دستاوردش این بود که پشتوانه عملی تهدیدات ما رو نشون داد. ضربه به این اصلا ضربه پایگاه نیست، ضربه به یک راهبرده، ضربه به یک استراتژی بلند مدته، ضربه به یک استراتژی برای آینده است. Billions and billions of dollars of new equipment that I approved over the last 2 years. You're getting such new equipment. Your eyes are popping, right? Your eyes are popping. You're getting the best equipment in the world. These kinds of small bunkers exist throughout the base, but they're meant to protect against rockets and mortars. The ballistic missiles that were fired are about 3,000 times more powerful than that. The blast from this one knocked over a 4-ton T-wall, but if that hadn't happened, those who were sheltering here probably would not have survived. دومیش این که بازدارندگی ایجاد کرد از اقدامات تصاعدی آمریکایی‌ها در حوزه جنگ سخت. We have some ideas that are more than ideas that are going to be just. We like to win. Do we like to win? We're going to win. استمرار حوزه نظامی، یعنی استفاده از ابزار نظامی در منطقه آخر خودشه. مسئله مهم دیگه آسیب پذیر بودن آمریکاست، خصوصا زمانی که حتی یک دونه از موشک ها هم نتونست رهگیری بشه و منهدم بشه. We have to take care of our military. I mean, I want to see costs come down too, but not when it comes to our military. You have to have the finest equipment anywhere in the world, and you have that. عملاً ایران اسد آوردش برای ما اینه که آمریکای واقعی به دنیا رونمایی شده. نکته بعدیش همینه که هیمنه آمریکا ریخت. این هیمنه آمریکا ریخت فقط برای جمهوری اسلامی ایران نیست، برای محور مقاومت و کل کشورهای دیگه‌ای که از توان نظامی آمریکا وحشت داشتند این هیمنه فرو ریخت. الان قطعاً در تقابل دریای چین هم مؤثره. We understand the best way to preserve the peace is to be prepared for combat. And the surest way to prevent conflict is to be totally unyielding and totally ready for conflict. برای بازیگران جهانی به کنار، در داخل هم این مؤثره. یعنی چی؟ عده‌ای که معتقد بودن سایه شوم جنگ وجود داره بر سر این کشور و با مذاکره میشه این سایه رو دور کرد، الان به خوبی مشاهده شد که این حرف نادرسته.
سایه شوم جنگ را از سر ما دور کرده و میکنه توان بازدارندگی ماست، توان مقابله با به مثل ماست. امریکایی ها تا حالا ضربه مستقیم نظامی را کسی نخوردن، کسی که مسئولیت حمله رو بگیره علنا رسما. جمهوری اسلامی که بعد از جنگ جهانی دوم قریب به 70-80 سال به عنوان یک کشور رسمی و سپاه پاسداران به عنوان یک نیروی نظامی رسمی یک کشور، پایگاه آمریکا رو هدف قرار داد. یعنی ما اگر عین‌الاسد رو در چارچوب اون ساختمان و اون ساختار تحلیل کنیم به یه جنبندی میرسیم. وقتی میایم تو حوزه کلانتر اون موقع است که نگاهمون دقیق‌تر میشه. راهبرد نظامیگری آمریکایی در منطقه با حمله به عین‌الاسد به پایان رسید. اما اینجا بود که هدف انتقام خواهی ایران شد. این محل برخورد یکی از موشک ها بوده، بیش از 10 موشک به اینجا پایگاه عین‌الاسد خورده. فرمانده های آمریکایی به من گفتن که دقت موشک ها بالا بوده و هدف اصلی به نظر فقط محل استقرار نیروهای هوایی و تجهیزات هوایی آمریکا بوده و بیشتر خسارت هم همینجا به بار اومده. این لحظه برخورد موشک ها به پایگاه، تصویری که یکی از سربازهای نیروی هوایی آمریکا گرفته. حمله 2 ساعت طول کشیده. میتونم صادقانه بگم که واقعا ترسناک بود. بین نیروها کسی چنین چیزی رو تجربه نکرده بود و ما واقعا نمیدونستیم چی میشه. اینجایی که ما هستیم اتاق من در اردوگاه ایکس بود، جایی که من در اون میخوابیدم. هر وقت کار نمی کردم از همینجا با خانوادم حرف می زدم. موشک دقیقا خورده اینجا و این چیزیه که از اون باقی مونده. درست قبل از اینکه دور اول موشک ها اصابت کنه ما پیامی به کامپیوترمون ارسال شد که می گفت موشک به سمتتون شلیک شده. این تقریبا 2 دقیقه قبل از موشک های اول بود. من در پناهگاه نبودم و در اتاق عملیات بودم، فقط روی زمین دراز کشیدیم. در زمان حمله وقتی در پناهگاه بودیم هر بار که موشک ها می اومد موج انفجار همه ساختمان رو تکون می داد و در به شدت تکون می خورد و ما نمی دونستیم بیرون چه اتفاقی داره می افته. فقط نگران خودمون بودیم و دیگرانی که بیرون هستن. اگر فرمانده ها می دونستن که این موشک ها داره میاد چرا اونها رو رهگیری یا منهدم نکردن؟ اصلا میتونستین اونها رو رهگیری بکنین؟ نیروهای من چنین توانایی رو نداشتن. بیشتر نیروها ساعتی قبل از حمله زیر تاق‌های بتونی مثل این پناه گرفته بودند، اما نه آنهایی که پستشان هنوز تمام نشده بود یا کشیک بودند. سربازها به ما گفتن که فقط چند دقیقه فرصت داشتن خودشون رو به پناهگاه برسونن. همه چیز به سرعت در این پایگاه که یکی از مهمترین مراکز فرماندهی عملیات مشترک نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق بود در حال تغییر است. من و همرزمم خودمون رو به زمین انداختیم و انفجار خیلی خیلی بزرگی رو حس کردیم. همه چیز خیلی خیلی سریع اتفاق افتاد. پیش خودت فکر میکنی که امیدوارم موشک بعدی روی من نیفته. هر چیزی از ذهنت میگذره. نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا میگویند پایگاه‌هایشان همچنان در خطر حمله راکتی یا موشک‌هایی است که ممکن است شبانه از سوی نیروهای نزدیک به ایران به سویشان شلیک شود. سال قبل که به اینجا آمده بودم با اینکه جنگ علیه داعش هنوز ادامه داشت به من گفتن که این پایگاه کاملا امنه و نیازی به پوشیدن جلیقه ضد گلوله وجود نداره. اما الان تمهیدات امنیتی کاملا فرق کرده و از 6 عصر تا 6 صبح باید در محوطه حتما جلیقه ضد گلوله بپوشین. اون حس امنیت به نوعی اینجا از بین رفته. این هدفایی که به اصطلاح مورد اصابت قرار گرفت این موشک ها حسب ظاهر 2 تا از این آشیان ها هنوز سالمه، ولی واقعا همش از بین رفت. این عکس ها از رو زمین بهتر داره نشون میده. ببینید اینها دیگه عکس های بعدیه که دیگه کاملا پاکسازی کردن، یعنی همه اینها از بین رفته دیگه، الان هیچی رو زمین شما نمیدید. این کاملا اینجا پاکسازی شده و جمع شده به همین شکل. اینا که میبینید اینجا مثلا خیلی کشته دادن اینها، اینجا
نقطه ای بود که مرکز کنترل فرماندهیشون نزدیک اینجا بود و تلفات زیادی دادن. اینا ببینید همه داخل آشیان است. یعنی نقاطی رو که پیش بینی کرده بودیم همه دقیق مورد اصابت قرار گرفت. ببین این دوتا آشیانه قبل از اصابته، این بعد از اصابته و دیگه الان هیچ آثاری نمی‌بینید اینجا، هیچی نمی‌بینید. بود حالا بعضی جا هم عکس‌ها مثلا قبلی رو بیارید، ظاهرش سالمه از بالا عکسایی که نشون میده، ولی ببینید داخل همه از بین رفته. اینا تو عکس‌های هوایی ظاهرش سالمه، ولی در داخل همه از بین رفته و هر کسی هم این داخل بوده یا موج گرفته یا کشته شده بالاخره یا ضربه مغزی خفیف پیدا کرده. اونها این برآورد اطلاعاتی رو داشتن که نهایتاً ایران یا جواب نمیده، میگه این حق انتقام برای من محفوظه، یا مثلا داخل این کشورهای محور مقاومت مثلا یه کار کوچیکی ممکنه انجام بده. ولی خب یه نگرانی هایی همچنان داشتن و برای اینکه ایران رو بعد از اینکه خب مردم اومدن همه یک پارچه، مردم مسئولین بالاخره پشت این قضیه ایستادند و گفتن باید بالاخره انتقامی گرفته بشه، این تبدیل شد به یه مطالبه عمومی. اونها کسایی رو واسطه قرار دادن، فرستادن و به ایران این پیغام رو دادن که بالاخره پرهیز بکنید و این هزینه داره براتون و ورود به این عرصه نکنید، این رو پیغام دادن. و از طرفی برای اینکه کار رو محکم بکنن اومدن اون تهدید بزرگ رو رسمی رو انجام دادن، گفتن ما 52 نقطه از ایران رو میزنیم، اگه ایران عکس العمل نشون بده 52 نقطه رو میزنیم. هم رئیس جمهورشون گفت، هم وزیر خارجهشون گفت و با این فشاری که آوردن در واقع خواستن هزینه ها رو برای ایران ببرن بالا و اگر اینها موفق می شدن و اتفاقی رخ نمی داد و انتقامی هرچند کوچک و به عنوان یک آغاز، به عنوان یک حرکت در واقع یک کلید انتقام رو ما زدیم، ما انتقام رو هنوز نگرفتیم. اصل انتقام اینه که به هر حال امریکایی از منطقه باید اخراج بشن و اونها تقاص این رو خواهند داد. این برآوردشون برآورد غلطی بود. برآورد این که مردم بیان یک پارچه درخواستی رو داشته باشن و مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده معظم کل قوا بیا تصمیم بگیره و بگه سریع بزنید، امریکا رو بزنید. خب این تصمیم مهمی بود. اونها فکر نمی‌کردن ایران قادر باشه همچین تصمیم سختی رو بگیره. تصمیم ساده‌ای نبود. خب این تصمیم گرفته شد و تمام برنامه‌های اونها رو به هم ریخت. یعنی دقیقاً اونها می‌خواستن محور مقاومت رو تضعیف بکنن، یأس و ناامیدی در اونها ایجاد بکنن و بگن که نماد مقاومت رو زدیم. ولی نه، چه عکس داد. یعنی تازه اونها بعد از اینکه دیدن ما عین الاسد رو زدیم تازه روحیه گرفتن همه اینا. و بلکه اون کشورها و ملت‌هایی که تو جنگ جهانی دوم از امریکا ضربه دیده بودن، ملت‌ها خوشحال شدن، آلمانیا خوشحال شدن، ژاپنیا خوشحال شدن، خیلی خوشحال شدن، چون بالاخره یک جورایی احساس کردن که انتقام اونا رو ما گرفتیم. کسی تا الان به امریکا اینجوری مستقیم درگیر نشد بیاد مسئولیت بپذیره. ترامپ اومد مستقیم گفت من دستور دادم، فکر می‌کرد که ایران عکس العمل نشون نمیده و موقعی که این عکس العمل رو نشون داد اونها میخواستن ایران رو بی‌حیثیت بکنن، خود آمریکا بی‌حیثیت شد. اونها آسیب دیدن. برآورد اطلاعاتی اونها این بود که ایران پاسخ نخواهد داد. ولی بعدن که حضور مردم رو شعار انتقام انتقام مردم رو دیدن یه خورده ترسیدن و به خاطر همین یه سری اقدامات احتیاطی رو در منطقه انجام دادن، از جمله اینکه به صورت طبیعی ناوهای امریکا در خلیج فارس معمولا یه همچین گسترش کم و بیش داره، مثلا این ناو هواپیما بره و رزمناوها و ناوشکنهایی که در منطقه داره به این شکله. ولی بعد از شهادت سردار سلیمانی، موقعی که وضعیت کشور رو به این گونه دید که احتمال انتقام از طرف ایران میره، بلافاصله شرایط تغییر داد و به اصطلاح ناوها رو به بیرون از منطقه برد. ببینید عمدتاً اومدن تو فاصله 700 کیلومتری از سواحل ما و این ناوی هم که اینجا هست در واقع تو اسکله کاملا رفت اون پشت پهلو گرفت، یعنی هر چه امکانات داشتن اینا بردن بیرون. این اولین اقدامشون بود. اقدام دوم در بخش هوایی بود که پایگاه‌های هوایی که در منطقه اینها دارن، این گسترشی که الان اینجا ملاحظه می‌کنید، این هواپیماها
این قبل از حادثه تروریستی ببینید این هواپیماها همه کنار هم پارک بود، اینها رو بعد از عملیات تروریستی ببینید پراکنده داره میکنه، پراکنده کرده. یا در این نقطه شما ببینید هواپیما همه کنار هم هستن، بعد میاد چکار میکنه؟ این هواپیما رو پراکنده میکنه. یا تعدادی از این هواپیماها رو به این شکل آورده در داخل این به اصطلاح باند این پایگاه هست که این تاکسی وی که فقط برای رفت آمد و برای به اصطلاح تاکسی کردن هواپیما برای پرواز استفاده میشه. این هواپیما رو ببینید نمیدونم اینجا روشن هست یا نه، هواپیماهای F-22 رو آورده به این شکل پراکنده کرده. اینا از وحشت پاسخگوی ایران اومد این کارو. پایگاه قطر هست. بله. قبل از حادثه تروریستی ببین میزان آماده باشه امریکایی ها و کشورهای منطقه که در واقع از امکانات اونها امریکایی استفاده میکنن برای خودشون، شبکه راداری و سپر موشکی معمولا سه تا سامانه معمولا به صورت طبیعی روشنه. این قبل از ترور شهید سلیمانی، ولی بعد از این قضیه باز گفتم به خاطر وحشتی که پیدا کردم ببینید همه سامانه‌ها اینا شبانه روز روشن بود و تقریبا هم یقین داشتیم اونا جواب میدن. خودم هم متصور بودم کفش این بود که این دو سه نقطه پایگاهی که در این عملیات موشکی شرکت دارن اینها رو میزنن. به خاطر همین هم عمده قوای ما آماده بود برای مرحله دوم که اونها بر اساس اقدامی که میکنن ما پاسخ میدیم و آماده بودیم که مثلا ظرف یک ساعت اول مثلا 400 نقطه رو، ولی بعد دیگه ادامه پیدا می‌کردیم. 400 نقطه رو میتونید بگید بعضی‌هاشو بگید مثلا چه جاهایی بودن یا چه اهدافی بودن؟ پایگاه آمریکایی در منطقه دیگه، کل پایگاه‌هاشون در منطقه جزء هدف‌های ما بودن. اینجا نگاه بکنید این قبل از حادثه تروریستی ببین شناورهای نظامی بحرین که دارن، آره مال بحرین، و بعد از حادثه تروریستی ببین کاملا اینجا رو خلوت کردن. همینایی بود که عمدتاً رفت به بیرون. بعد از این قضایا روس‌ها، چینی‌ها، خیلی از کشورهای منطقه اصلا برآوردشون به هم ریخت، برآوردشون جابجا شد. امریکای واقعی رو تازه فهمیدن چیه. ببینید امریکای واقعی همینی بود که تو عین‌الاسد ملت ایران دیدن، در زدن هواپیمای جاسوسی دیدن. این امریکای واقعیه. من با فرماندهان نظامی بعضی از کشورها جلسه داشتیم، از من سوال می‌کردن چطور شما به این تصمیم رسیدید که مثلا هواپیمای جاسوسی امریکا رو بزنید؟ فکر نکردید ممکنه پاسخ بدن؟ نترسیدید؟ من برای اونا تشریح میکردم، میگفتم ببینید امریکا یک ظاهری داره یک باطنی. ظاهر امریکا توسط هالیوود ساخته میشه، همینی که بالاخره همه حساب ببرن، نگران باشن. امریکا قدرتمنده، امریکا هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده و قدرت جهانی. ولی یک باطنی داره، باطنش همینه، باطن امریکا همینه. امریکا تا الان جایی، هیچ جایی وارد نشده برای جنگ که در مقابلش یه قدرت مقتدری که بتونه مثلا بیس، حالا مهم نیست کوچیکی که بزرگی، اونا حتی در مقابل قدرت‌های کوچک هم ریسک نمی‌کنن، ورود نمی‌کنن. و در این قضیه ملت بزرگ ایران دیدن. همه تا الان گفتن فقط اونا دنبال زدن سردار سلیمانی بودن و شخص سلیمانی. ببین فقط این نبود، نکته مهم اینه که اونها نماد مقاومت رو می‌خواستن بزنن. این که کشورهای منطقه محور مقاومت در واقع درس عبرت بگیرن، این هدف اصلی اونها بود. بی حیثیت و بی آبرو کردن ایران هدف اونها بود. این دوتا هدف اساسی. ولی خب کاری نداشت که اصلا ترامپ باید چی باید مسئولیت بپذیره؟ با یه کار تروریستی راحت می‌زدن اصلا تمام شد. هیچ مسئول، یعنی نه ما اینو لسد می‌زدیم، چی یه شعار می‌دادیم و تمام شد میره. هیچی به عهده نگرفت ما چیکار کنیم، کی باید بزنیم؟ اصلا کسی رو نمی‌ذارین بزنیم. برای چی آمریکا اومد این مسئولیت رو به عهده گرفت؟ این دوتا هدف هدف مهمی بود. اونا اومدن حیثیت ما رو بزنن، حیثیت خودشون خورد. اونا اومدن محور مقاومت رو بزنن، نماد محور مقاومت رو بزنن، مقاومت قوی تر شد. برای شروع کار یک محدودیت برای خودمون قائل بودیم که بالاخره سطح اقداممون رو خب بالاخره رعایت میکنیم دیگه، سعی میکنیم که مثلا در سطحی ورود بکنیم که به اصطلاح بتونیم شروع یک مقابله باشه، شروع یک انتقام باشه. یعنی ولی خب موقعی که اونها
ادامه میدادن این کار رو و شروع به درگیری میکردن، دیگه ما این محدودیت ها رو نداشتیم. ما برای مرحله اول یه محدودیت های برای خودمون قائل شده بودیم، ولی برای موقعی که اونا شروع میکردن و میومدن چند مختره میزدن، دیگه ما تلقی جنگ داریم و طبیعتا تو این شرایط لزومی نداره که خودمون رو محدود بکنیم. امکانش یعنی... حتی ناوای آمریکا مورد هدف قرار بله، بگیره. بله 75 سال بعد جنگ جهانی دوم اینا اصلا اتفاقی نیفتاده، کسی به اینا چپ نگاه نکرده، جرأت نمیکنه کسی به اینا به اصطلاح چیزی بگه. اینا هر جا رفتن ترور کردن، کشتن، جنایت کردن و هیچ کسی هیچ چیزی نگفته به اینا. این ایران اسلامیه، این ملت بزرگ ایرانن که چنین جرأت و جسارتی دارن و میتونن پاسخ محکم و کوبنده به اینها بدن. علت این که کتمان کردن، اخبار رو پنهان کردن، پنهانکاریشون همین الان هم ادامه داره، خود از اصطلاح دولت مردان امریکایی میکشون هم گفت مگر مثلا ثابت بشه که کسی کشته شده، رئیس جمهور موظف به پاسخ بده. اونا برای اینکه در واقع موظف نشن که جواب بدن و وارد جنگ بشن یا وارد درگیری محدود بشن، مجبور بودن، یعنی حق بدید به ترامپ که کتمان بکنه و بگه هیچ اتفاقی نیفتاده. بالاخره من سوال میکنم، آیا 111 نفر ضربه مغزی دو تا کشته باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ این خیلی مسخره است. این حالا خبرش بعدا میاد. اونا چون نمیخواستن پاسخ بدن باید تکذیب میکردن، ولی مهمتر از کشته شدن سربازان امریکایی، حیثیت و آبروی امریکایی رفت، ای اعتبار شدن. این ضربه به آمریکا بود، البته ضربه نظامی بود، ضربه مؤثر نظامی بود، اما مهمتر و بالاتر از ضربه نظامی ضربه حیثیتی بود، ضربه به هیبت ابرقدرتی آمریکا بود. 6 ماه بعد از شهادت حاج قاسم و پاسخ ایران با حمله به پایگاه نظامی عین الاسد، حالا دیگر گرد و خاک ها در هر دو سوی ماجرا خوابیده. جهان همچنان در حال ارزیابی از اتفاقات عجیب چند ماه گذشته است. یک اتفاق اما دوباره نگاه ها را به خودش جلب می‌کند. Ship tracking shows the first of the 5 tankers left the Iranian port city of Bandar Abbas in March. The first tanker, Fortune, is expected to arrive in Venezuela in the next few days. Iran is a long-time ally of Venezuela and fellow rival of the United States. Both countries' oil sectors are already under U.S. sanctions. The White House says it's considering how to respond to the shipment. بعد از آخرین تقابل نظامی ایران و آمریکا، حالا این زورآزمایی در چشم ناظران تبدیل به محکی برای نتایج آن اتفاقات چند ماه گذشته است. ایران بدون اسکورت نظامی نفتکش ها به صراحت اعلام کرده است که قصد ورود به کشور تحریم شده ونزوئلا را دارد. مسیر حرکت از جلوی چشمان ناوهای هواپیمابر، پایگاه‌ها و بنادر نظامی آمریکا است. But as the remaining tankers make their way to the Venezuelan shores under the watchful eye of the United States, Iran's helping hand appears to be more than just economic aid and rather a strong political statement directed at the US. آمریکا هم به صراحت تهدید کرده است که اجازه ورود هیچ نفتکشی را نمی‌دهد و با استفاده از قدرت نظامی هم که شده نخواهد گذاشت نفتکش‌ها به مقصد برسد. A force of US vessels, including Navy destroyers, patrol the Caribbean on what US officials say is an anti-drug mission. Venezuela sees the vessels as a threat and is sending its own military to escort the Iranian tankers through its territory. Iran's Fortune tanker reaches Venezuelan waters escorted by the military, a warning to the United States should they try to intervene. ناظران در جهان و حتی در ایران ناباورانه گزارش ورود پی در پی نفتکش ها را به آبهای ونزوئلا رصد می کنند. ورود نفتکش های علارغم تهدیدها و رجزخوانی های مقامات آمریکایی بدون هر مزاحمتی بوده است. شما شاهد این هستید که کاروان اقتصادی تجاری جمهوری اسلامی ایران بعد از پیمودن یک مسیر خیلی طولانی به ونزوئلا میرسه. ونزوئلا کجاست؟ حوزه سنتی نفوذ کلاسیک امریکایی ها، یعنی از آبراهای مهم بین‌الملل، از اقیانوس های بزرگ دنیا رد میشه، جلوی چش ناوگان نظامی امریکا و به مقصد میرسه.
اینکه چرا کسی تعرض نمیکنه به این راحت ترین جا برای مواجهه و برخورد نظامی با این کاروان تجاری ایرانی ها اقیانوسیه که نزدیک امریکایی هاست، یعنی آبهای سرزمینی امریکایی هاست. Nobody in Washington wants a war or any sort of conflict with Iran over Venezuela in the current circumstances. So although the U.S. Commander-in-Chief of the Southern Command has expressed concern over this, and Washington is clearly watching it closely, I think in the current circumstances, that's probably going to be the extent of it. این اثر سرنگونی پهباد امریکایی و در حقیقت با خاک یکسان کردن این الاسد کجا معلوم میشه؟ اونجایی که کاروان اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران از جلوی چش یگانها و رزمناوهای مؤثر و قدرتمند آمریکایی عبور میکنه به سلامت، هیچ کس هم به خودش جرأت نمیده که نگاه چپ بکنه به این کاروان. از همه آبراهای بین‌المللی، از همه اقیانوس‌های نزدیک و تحت حکومت و حکمرانی نظامیان آمریکایی عبور میکنه و به ونزوئلا به سلامت میرسه و برمیگرده. هیچ کس هم نگاه چپ جرأت نمیکنه به اینا داشته باشه. چرا؟ چون قبلا آزمودن که اگر قرار شه با اینها برخورد اتفاق بیفتن، باید آماده پاسخهای سخت و سنگین باشن. و حتی تردیدها و تشکیک‌های آمریکایی‌ها با اعزام و ارسال کاروان‌های نفتکش بعدی نیز بی اثر شد. برهنگی پادشاه حالا واضح‌تر عیان شده است. همان که با مدیریت رسانه‌ای ضربات ملایم مغزی و بعد در سرپوش گذاشتن بر سرنگونی هواپیمای نظامی توسط خمپاراندازهای افغانی و بعدتر در پنهان کردن حملات پی در پی به پایگاه‌های نظامیش توسط جوانان عراقی سعی در به عقب انداختن آن داشتند، اما بالاخره و به شکلی هولناک برای دستگاه سیاسی و نظامی ایالات متحده رخ نشان داد. So after the strike on Soleimani, there was a counter strike on our troops in Iraq. And they suffered serious brain injuries, and do you know what Donald Trump dismissed them as? Headaches. And this is about a pattern of Donald Trump's, where he has referred to our men who are serving in our military as suckers and losers. پیروزی در نبرد اراده ها، همان که کلیدی در دستان حاج قاسم برای موفقیت های بی نظیرش بود، شاید در فرایند طبیعی خودش سالها زمان، هزینه و اقدامات بزرگ رسانه‌ای و عملیاتی نیاز داشت تا این گونه فراگیر شود. اما حالا کار دیگر روی همان ریلی افتاده که فرمانده دنبال آن بود. ملت های منطقه بعد از عین الاسد حتما با قبل از عین الاسد تفاوت میکنه. ملت ها بعد از عین الاسد به خودشون اومدن. احساس نمیشه از این امریکای پرهیاهو نترسید. عراقی ها خب نشون دادن، در راهپیمایی میلیونیشون هم نشون دادن نمیخوان امریکایی ها اونجا باشن. میشه این تصویری که هالیوود از ارتش امریکا و پایگاه های مخوفشون ترسیم میکنه، این حتما واقعیت نداره. عراقی ها دارن به وضوح میبینن حضور آمریکا باعث میشه کشورشون به بی‌ثباتی بیشتر و به وهله جنگ بیفته، ولذا خواستار اینن که آمریکایی ها هرچه سریعتر منطقه رو ترک کنن، کشورشون رو ترک کنن. موشک های عین الاسد و اتفاقات بعد از آن را جبهه استکبار دوست دارد به عنوان اولین و آخرین انتقام حساب کند تا استراب انتقام های بعدی به جانش نیفتد. اما به یک بار خبر دیگری توسط جبهه مقاومت آمریکا و فضای رسانه‌ای را در بهت مجدد فرو می‌برد. انتقام تازه آغاز شده است. دشمن می‌دانه که اگر یکی بزنه 10 تا می‌خوره. United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. شهادتی ما ملت امام حسینی.
گفتم دوران بزن و در رو تمام شد. این آغازی است بر پایان امریکا یا پایان حضور امریکا یا در منطقه در کشورهای اسلامی. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه ده تا میخوره. گفتم دوران بزن و در رو تمام شد. بزن و در رو تمام شد. این فریاد انتقام سوخت حقیقی موشک هایی بود که پایگاه آمریکایی رو زیر رو کرد.